بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 19 بسیار خوش آمدید. رئیس جمهور در برنامه ای از پیش اعلام نشده به وزارت راه و شهرسازی رفت و با مدیران این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این دیدار بر اجرای مأموریت های مربوط به برنامه هفتم و وظایف این وزارتخانه در برنامه های امسال و سال آینده تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین توجه ویژه دولت به تکمیل شبکه های حمل و نقل و برقراری توازن در ارائه خدمات به مردم را ضروری دانست. بررسی مشکلات شبکه حمل و نقل ریلی، شبکه بزرگراهی و جاده‌ای و اوضاع ناوگان هوایی و حمل و نقل بین شهری از دیگر محورهای گفتگوی رئیس جمهور با مدیران وزارت راه و شهرسازی بود. در ابتدای این جلسه هم آخرین گزارش ها از طرح‌های مسکن و شهرسازی به رئیس جمهور ارائه شد. معاون حقوقی و مجلس آموزش و پرورش از لحاظ شدن ضریب ویژه سنواتی برای پذیرش معلمان غیر رسمی در آزمون استخدامی خبر داد. به گفته آقای احمدی، آزمون استخدامی آموزش و پرورش دی ماه برگزار می شود. به ازای هر سال خدمت تمام وقت. تمام وقت رو ما تعریف میکنیم 24 ساعته در هفته. بنابراین میگه اگر 24 ساعت در هفته اینها شاغل بودن در ادوار گذشته، هر سال ضریب 1.1 بدهید. به ازای هر سال باز 1 اضافه کنید تا 5 سال. 5 سال به بالا همون میشه ضریب 1.5 یا ضریب 1.5. یعنی طرف هر نمره‌ای که گرفته ضرب در این عدد بشه به خاطر سابقه‌ای که تو آموزش پرورش داشته و این احتمال قبولی فرد رو در آزمون‌های ماده 28 حتما فراوانتر بیشتر خواهد کرد. ولی بعد آزمون بده آقای دکتر، درسته؟ تا قانون جدیدی نیاید این است. ممکنه فردا مجلس محترم قانون جدیدی بده، خود تغییر میکنه. ارتش سوریه با حمله به گروهک‌های تروریستی مانع از پیشروی آنها به مناطقی در حومه غربی حلب و شرق ادلب شد. کاروان نظامی گروهک‌های تروریستی در حومه حلب و ادلب هدف جنگنده‌های سوری و روسی قرار گرفت و خسارات سنگینی به آنها وارد شد. بیش از 150 تروریست کشته و زخمی شدند. همزمان ارتش سوریه 3 پهپاد تروریست ها را که قصد حمله به مناطقی در غرب شهر حلب و مواضع ارتش سوریه را داشتند سرنگون کرد. شهر راهبردی سراقب در استان ادلب هم صحنه درگیری های شدید بوده و به محاصره تروریست ها در آمده است. بخش های اصلی شهر حلب از جمله محلات جنوبی و فرودگاه مهم این شهر در اختیار ارتش سوریه است. فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح سوریه نیز در بیانیه‌ای بر آمادگی نیروهای مسلح سوریه و تقسیم آنها در محورهای رزمی برای تدارک یک ضد حمله گسترده تاکید کرد. سخنرانی اردوغان با اعتراض حامیان فلسطین مختل شد. در حالی که اردوغان سرگرم سخنرانی در نشست جهانی تی‌آر‌تی بود، چند شهروند این کشور به روابط تجاری ترکیه با رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی‌های خود از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده است، اما رسانه‌ها می‌گویند روابط تجاری این کشور با تل‌آویو همچنان ادامه دارد. İnsani değerler değil, başka Birleşmiş Milletler olmalı. Petrolü gidiyor. Uluslararası sistemin güvenilirliği de. دیوان بین المللی کیفری درخواست رژیم صهیونیستی برای تعلیق حکم بازداشت نتانیاهو نخست وزیر و گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را رد کرد. منابع صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم چهارشنبه با ارائه 2 سند به دادگاه استیناف در دیوان بین المللی کیفری اختیارهای این دیوان درباره رسیدگی به این پرونده و صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را رد و درباره مخالفت دیوان برای بازگرداندن پرونده و ارجای رسیدگی به آن در فلسطین اشغالی اعتراض کرده است. دیوان بین المللی کیفری اوایل آذر ماه حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه صادر کرد. بسیاری از کشورهای جهان این حکم را حمایت کردند.
دمای هوا در بیشتر مناطق کشور به ویژه در استان‌های دامنه‌های زاگرس، غرب، شمال غرب و دامنه‌های البرز کاهش یافته است. کمینه دمای 16 مرکز استان کشور در صبح امروز به چند درجه زیر صفر هم رسید و همدان و شهرکرد با دمای منفی 8 و 7 درجه سلسیوس سردترین مراکز استان‌ها بودند. آسمان استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی هم ابری و بارانی است. در ارتفاع و بخش‌های سردسیر خراسان شمالی، شمال استان‌های خراسان رضوی و استان سمنان بارش برف گزارش شده است. ما از صبح که بحث بارش برف داریم و در گردنه‌های اسدلی، گردنه‌های امین‌الله، در جوزک و اکثر مناطق کوهستانی رو ما بحث بارش برف داریم. از صبح بچه‌ها بحث هم برف روبی رو دارن و هم بحث یخزدایی رو دارن. رانندگان عزیز باید توجه داشته باشن که در این شرایط در جاده هایی که لغزنده است با سرعت مطمئنه حرکت کنن، حتما در جایی که نیاز هست زنجیر چرخ رو ببندن. رئیس مرکز کنترل شبکه گاز کشور گفت از ابتدای آذر میزان مصرف گاز در بخش خانگی حدود 10% افزایش یافته است و مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به 500 میلیون متر مکعب رسیده است. آقای کوشکی از هموطنان درخواست کرد با توجه به کاهش دما به خصوص در روزهای آینده مدیریت مصرف گاز را جدی بگیرند تا برای تامین گاز در استانهای سردسیر با مشکلی مواجه نشویم. سرما تقریبا الان نیمه شمالی کشور، شمال شرق کشور رو در بر گرفته و ما با توجه به این که در واقع شبکه شمال شرق کشور در انتهای شبکه گازرسانی ما قرار داره، ما خوشبختانه تا الان شرایط تأمین گاز پایدار بوده. در هیچ نقطه از استانهای شمالی ما افت فشار گاز یا خدای نکرده قطع گاز نداشتیم، اما لازم هست که هموطنان عزیزمون مدیریت مصرف گاز رو جدی بگیرن در روزهای آینده، به ویژه که کاهش دما رو در پی خواهد داشت. وزیر نفت تاکید کرد در زمینه تامین گاز مایع هیچ گونه محدودیتی نداریم و شرکت ملی گاز ایران نظارت دقیق بر پرمصرف‌ها را اعمال می‌کند. آقای پاکنژاد تامین گاز خانگی را خط قرمز وزارت نفت اعلام کرد و به بدمصرف‌ها درباره پرداخت قبوض با مبالغ بالا هشدار داد. ما 12 پله تعریف کردیم برای مصرف گاز. دو پله آخرش که پله های 11 و 12 هست تحت عنوان بدمصرف ها معرفی میشن. بدمصرف ها قطعا در قبض هایی که طی ماه آتی براشون خواهد اومد اگر رعایت استاندارد های مصرف رو نکرده باشن با مبالغ بیشتری مواجه میشن. البته عرض کردم این صرفا در مورد بدمصرف ها هست و پله های اول تا 10 تغییر خاصی در تعرفه هاشون نخواهد بود. وزیر کشور گفت کمک مجامع بین المللی به جمهوری اسلامی در قبال حضور 6 میلیون نفر از اتباع دیگر کشورها در ایران نزدیک به صفر است. آقای مومنی در حاشیه آیین تکریم و معارفه استانداران سابق و جدید مازندران بستن مرزها و اعمال محدودیت با قوانین اشتغال را از جمله اقدامها برای بازگرداندن اتباع غیر مجاز و ساماندهی دیگر اتباع عنوان کرد. در مرزها موضوع انسداد مرز، احداث دیوار به سرعت در حال پیشرفت است، چون ما یکی از مشکلاتمون در درد اتباعی که واقعا غیر مجاز هستن رفت آمدهای مکرر است. موضوع بعدی هم قوانین و مقررات مربوط به اشتغال اونها در داخل هست برای کارفرمایان و دستگاه ها که الحمدلله پیشرفت خوبی داشته و شتاب بیشتری گرفته. ما در اولویت اول بارها هم اعلام کردیم اتباع غیر مجاز هست. خودروهای خارجی در بندر شهید رجایی و گمرک هرمزگان تعیین تکلیف می شود. معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستان کل کشور در بازدید از بندر شهید رجایی گفت آزمایش های متعدد مشابه از سوی برخی از دستگاه های متولی از مهمترین عوامل اصلی معطلی این خودروها در گمرک است. آقای منصوری تاکید کرد برای احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالان اقتصادی باید با اصلاح فرایندهای
غیر ضروری در این باره چاره اندیشه شود. به گفته معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستان کل کشور، باید روند ترخیص خودروهای وارداتی به نحوی صورت گیرد که هزینه نامتعارف بر قیمت نهایی تحمیل نشود. اردوی درمانی شهید همدانیان در خانسار از شهرستان‌های استان اصفهان. این گروه جهادی دومین بار است که مهمان نیازمندان درمان در خانسار بودند. گروه جهادی درمانی شهید همدانیان برای دومین بار مهمان جمع معلولان ذهنی در خانسار شدند. اردوی شهرستان خانسار 18مین اردوی در سال 1403 هستش. استان کرمان، سیستان و بلوچستان، استان اصفهان که شهرستان خانسار الان هستیم. بیش از 15 نوع خدمات درمانی به این مددجویان ارائه شد. برای 120 معلول هستن که 42 نفرشون مشلول هویه، 15 نفرشون بی سرپرست و تعدادی هستن بد سرپرست هستن. پزشکان ما متخصص قلب و ریه، پزشک زنان، متخصص داخلی، عمومی و همچنین روانپزشک و تیم دندون پزشکی ما هستن. تمام خدمات درمانی به صورت رایگان انجام پذیرفت. بیشتر مشکلات روحی روانی و تشنج و مشکلات خلقی هست که اینجا کمکشون میکنیم. خدمات دندون پزشکی شامل ترمیم، اندو کشیدن رو انجام میدیم، کنترل فشار خون انجام میدیم، برای بیمارا قند خون رو چک میکنیم، اکسیژن خونش رو اندازه میگیریم، نبض خون رو میگیریم، نبض قلب رو میگیریم. دارایی که مصرفشون باشه تا اونجا که در از عهده‌اش بر بیایم به صورت رایگان خدمتشون تقدیم میکنیم. محمد صدیقیان، خبرگزاری صدا و سیما، خانسار. پیکر شهید مدافع حرم سردار کیومرث پورهاشمی پس از تشییع در شهرک شهید محلاتی تهران در آستان امامزاده علی اکبر چیزر به خاک سپرده شد. فرمانده کل سپاه در پیامی با تسلیت شهادت این رزمنده مدافع حرم، جنایت تروریستی در حلب را ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان توصیف کرد. سردار پورهاشمی، مستشار نظامی سپاه در سوریه، 8 آذر در حمله تروریست‌های تکفیری صهیونیستی به حلب شهید شد. رزمندگانی که اونجا دارن تلاش میکنن، اول از همه دارن برای خود ما مبارزه میکنن و جبهه ما تو اونجان و ایشالله ما منتقم خون ایشون خواهیم بود و امیدواریم سربازانی مثل ایشون همیشه ما داشته باشیم و داریم و خواهیم داشت و دشمن حتی یک لحظه نباید فکر این که بخواد به کشورهای همسایه ما و خود کشور عزیز ما توهینی بکنه. رفتن اونجا چه اتفاقی برای ایران میافتاد؟ معلومه دیگه چه اتفاقی میافتاد. میشدیم یکی مثل فلسطین، یکی مثل سوریه، یکی مثل افغانستان. اگه اینا نبودن دشمن تو همین خاک ما بود. ایران هم همون جوری میکنم، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل غزه، همون سرنوشت رو داشته. این که مملکت نگه داشته باشه، نظام نگه داشته باشه، دشمن نفوذ نکنه به کشورمون. واسه که برای ما مسیر باشن، واسه که واسه ما آرمان باشن و ما هم تو مسیرشون مثل اینا انشالله شهید بشیم، ما بتونیم پای حضرت زهرا بمونیم، پای آرمان‌های انقلاب، پای شهدا. من نظرم یک وجب از خاکمون، یک وجب از خاک مقدس ایران و سرزمین‌های اسلامی اشغال بشه و ما همه جا اعلام میکنیم که ما هم مثل این آرزو شهادت داریم، انشالله که توفیق همه بشه. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد رژیم صهیونیستی از بمب‌های آمریکایی برای حمله به محل اقامت خبرنگاران استفاده کرده است که این اقدام جنایت جنگی محسوب می‌شود.